پارو یعنی حرکت، یعنی رسیدن، یا اینکه چند حرکت به سمت ساحل. پارو یعنی شکافتن مخمل زیبای آبی آبهای روان. پارو یعنی حرکت، شروع و اهتمام برای اتمام. پارو مثال بال است که پرنده را به اوج پرواز می دهد و در اوج هم نگه می دارد. پارو یعنی حس حضور را به تکاپو واداشتن. پارو یعنی مقصد، قصد، و به تعبیری می شود قاصدش هم خواند. آنجایی که پارو هست خبر از قاصدی است که قصد به ساحل رفتن را خبر آورده. گاهی وقتها اتفاق شامل بخت بد قایقران ماهیگیر می شود و امواج پارویش را به همراهی خیش می برند یا طوفانی پارویش را می شکنند. اینجاست که مفهوم برعکس خواهد شد، یعنی پاروی شکسته شده قاصد مرگ است. باید تلاش کرد، باید پاروی را پیدا کرد تا بتوان ساحل را درک کرد. و اینجاست که قایقران ماهیگیر داستان ما تلاش را آغاز می کند، هرچند فشار آب گسترده است و دریا لایتناهی. حیات اجبار به تکاپوست و در این مرحله است که دست های قایقران به پاروی تبدیل می شود، جایگزین آنچه از دست داده است. این پدیده جدید پارویی است که نه تنها امواج او را به همراهی نمی برند، بلکه امواج را هم خواهد شکست و دریا را در خواهد نوردید. خوب است پاروی امیدمان را شکسته ببینیم و محیط پیرامونی را دریافت کنیم. شاید تلاشمان برای به ساحل رسیدن دوچندان شود. اگر خودمان پاروی خودمان باشیم، امواج به همراهی ما خواهند آمد و ترس از شکسته شدن قامتشان مسیر را نزدیکتر خواهد کرد. مهم نیست تا ساحل چقدر راه مانده، مهم این است که پاروی ما شکستنی نیست، چرا که اسباب حرکت موجود است و تمام ارکان پیرامونی همراهی را به عنوان بهترین گزینه حال حاضر برگزیدند. پاروی امید، ساحل وصال و دریای فراق، سه موضوعی است که تمام موضوعات در گیر و دار درک آن هستند. باید امید داشت و انتظار به ساحل رسیدن را پارو زد. تا ساحل چند گام پارو بیشتر باقی نمونده، روزگار ساحل نشینی نزدیک است. ای کاش میشد لحظه های انتظار کشیدن را نماز شکر خواند، آن هم به امامت تراوت صبحگاهی حضورش.